خب الان نزدیک ساعت 5 بامداده و چند ساعته که این مسئله سپاهان و اتحاد رو با توجه به اهمیت سیاسی که برای من بیشتر از اهمیت اجتماعی و ورزشیش داشت پیگیری کردم که ببینم موضوع چی بوده، علت این لغو شدن بازی چی بوده. تایش رو سویخواهی متوجه شدم که هیچی متوجه نشدم، یعنی واقعا کسی نمیتونه متوجه بشه. الان به شما عرض خواهم کرد. این چیزی که دارید میبینید بیانیه رسمی باشگاه الاتحاد عربستان هست، یعنی همین آپدیت ما همین نیم ساعت یه ساعت پیشه که رسمی است که دارم نشون میدم به شما. فهوای این مطلبی که اینجا نوشته شده اینه که ما طبق تصمیم ناظر AFC این کار را کرده ایم. یعنی باشگاه اتحاد داره میگه که به ما ربطی نداره، AFC ناظر AFC به ما گفت که شرایط آن استیبل یا مثلا تیزی هم نیست. یعنی اتحاد انداخته گردن AFC. حالا AFC گفته که من اینو ارجاع دادم به کمیسیون بررسی این مسئله. خب یعنی بازم ما نمیدونیم چی شده، بعد صبر کنیم ببینیم که فدراسیون در واقع کمیته انضباطی همین کنفدراسیون فوتبال آسیا AGA فلان نظرش رو بعداً صادر بکنه. در ایران مثلا استاندار اصفهان گفته کلا من در جریان نیستم، مثلا ورزشی نیستم، موضوع رو نمیدونم. رئیس به نظر میرسه استاندار اینجوری گفته، حالا ببین غلط نه، ولی گفته من کلا نمیدونم. خب حالا نبادم بدونه. رئیس باشگاه سپاهان گفته که اتحادیا دو سه روز بود که اینجا می اومدن می رفتن، ما همین ورزشگاه رو تحویل دادیم چند ساله به ناظران AFC اومدن می دونن. توی این دو روزه چیزی ما نگفته بودن، همونجوری که شما در این تصویر میتونید ببینید. حالا من یه ویدیو بعدی رو اختصاص میدم به این همین موضوع، ولی خب الان میخوام ببینیم که داستان چی بود. دوستان شما به شما بگم این موضوع خیلی پیچیده تر از ورزشه. اتفاقی که داره میفته من احساسم اینه، آره مصاحبه ها رو گوش کردم، این سایت های ورزش سه و اینا هم بدتر آدم رو، این سایت فوتبالی و اینا یه سری تحلیل های ورزشی بیشتر داخلشون بیشتر آدم رو در واقع چیز بکنه، آنالیسیس پارالیسیس میکنه در واقع، یعنی به شما هیچ چیزهای مختلف میتنه از دید ورزشی نگاه بکنه مسئله. بعضی این موضوع باید سیاسی بررسی بشه. آره اینو خواستم بگم، موضوع خیلی پیچیده به نظر من میرسه که خیلی پیچیده تر از یک اتفاق ورزشی ساده استش. خب احتمالاتی من میدم از اولم این یک ویدیویی که مونده آخر از سلسله این ویدیوهای مربوط این موضوع دی پرندش بسته میکنم تا بعدا ببینیم چی میشه. به نظر میرسه که یک دستی در کار هست. چرا؟ چون ما همین گزاره آخره که همین چیز نگاه بکنیم، حرف رئیس باشگاه سپاهان رو و الاتحاد رو نگاه بکنیم، هر دوتاشون گفتن تا لحظه آخر مشخص نبوده این موضوع. خب لحظه آخر اتفاق افتاده. به نظر من میرسه این موضوع خیلی پیچیده تر از اتفاق ساده سیاسی است. چرا که فدراسیون میگه که افراد در ایران به طور کلی میگن که یک احتمال وجود داره که ما به خاطر مثلا آتش بازی و مثلا ترقه در کردن، ناظر گفته احتمالات رو میخوام بگم، ناظر گفته که بالا بازی برگزار نشه. کما اینکه ما دیدیم مثلا یه استوری یکی از این بازیکن‌ها زده بود تو چیز داخل هواپیما که میخواستن برگردن به کشور امنشون، اونجا نمیشه بود الا دار الامن الامانه همشین چیزی هم میتونم من پیدا بکنن، تو اهمیت نداره چه نشون نمیده. همین بازیکن‌ها گفته میشه که طبق یکی از این احتمالاتی که اینجا دارید می‌بینید، دو تا از بازیکن‌هاشون مجروح بوده، مصدوم بودن در واقع. اینجا هم داشتن بازی می‌کردن، این مجسمه‌ای که در موردش این مسئله پیش ممکنه احتمالات هست که پیش اومده باشه هم اونجا بوده، اینا چیزی اعلام نکردن. کما اینکه رسانه‌های عربستان رسانه‌ها میگم این سایت عرب نیوز بود، عربی فارسی هم ببینم، خب نه عربی فارسی هم چیزی نگفته، رسانه دیگه‌ای بود عرب نیوز
اون ادعا کرده بود که اتحاد 2 روز بوده که این موضوع رو گفته بوده که آقا ما به خاطر این مجسمه ممکنه درخواست بدیم به ناظر فیفا که شما اینو اگه درخواست ما اینه که مجسمه رو مثلا برداره. کما اینکه رئیس باشگاه سپاه میگه ما همچین درخواستی نداشتیم. روز قبل از بازی هم ما ورزشگاه تحویلشون دادیم، کم که تو عکس می‌بینید اونا ورزش کردن. مدیر سپاهان، مدیر باشگاه سپاهان میگه که ما هم صورت جلسه‌اش هست، ما همچین درخواستی نداشتیم، توی صورت جلسه نوشته شده. خیلی بیزنس نمیشه فهمید به این راحتی. اما العربی فارسی که مقدار مثلا رسمی تر هست، همین مطلب بیانیه رسمیه الاتحاد رو به نظر میرسه ضمیمه کرده، گفته ما خودمونم از چیز شاکی هستیم، از تیم النصر، از عذرخواهی میکنم از AFC، از AFC چون که حقوق ما رو رعایت نکرده، به ما گفتن بفرمایید بیرون، ما هم فرماییدیم بیرون. همینجا بگید نوشته خادم این شرفه، از سفیرم تشکر میکنیم، خیلی هم خوب بود اومدیم برگشتیم، از تو هیچی اومدیم ورزش بکنیم، ناظر گفتش که برگردید، ما هم برگشتیم به همین سادگی. اما من فکر میکنم به این سادگی نیستش. حالا باید صبر کرد که ببینیم این در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا طی چند روز آینده چه تصمیمی میگیره، خب، و آیا این موضوع آیا که لغو کرده باشه، یعنی اون چیزی که خودشون تو تعبیر که تو انگلیسی هست موکول شده به زبان دیگه، آیا مربوط به مثلا چیز چیز متن اصلیش نیست، آیا به دلیل مثلا مطلب خاصی هستش که اونجا بوده یا به دلیل دیگه ایه؟ آقا پس 6-7 هست از این احتمالات، امکان ها که احتمال هر کدومشون بالا پایینه. اینا بازیکناشون مجروح بودن، میدونستن که اگر همچین درخواستی مربوط به تندیس هایی که اونجا هست بدن FC لغو میکنه، پس گفتن آقا بذار ما دقیقه آخر یه کره ای بگیریم، لباسشون هم زرد دیگه، گفتن آقا ما یه برگ برنده داریم به اثبات این، یا حتما این موضوع با ریاض هماهنگ بوده. اصلا 100% فکر خود شخص آقای محمد بن سلمان همون موقع پشت گوشی موشی دستش بوده، داشتیم میگفت چیکار بکنید. اینقدر من میدونم که حکما و عمرا در کشور عربستان کنترل کننده هستن که این موضوع به راحتی نمیتونسته بدون هماهنگی و در نظر گرفتن جوانب مختلف سیاسی اتفاق افتاده باشه. گفتم بذار یه کره ای بگیریم، ما که 4 تا بازیکنمون مصدومه، در واقع چیکار بکنیم، یه چیزی داریم، یه برگی داریم که بگیم آقا یه درخواست داریم لحظه آخر، یا حالا لحظه قبلش که میگیم آقا این تندیس ورده تو بازی میکنیم یا بازی نمیکنیم، و زدن تیری تو تاریکو گرفته. یه احتمال که اگر اینجوری میبود خاطر رسمیت داشت، اینجا توی این بیانیه نمیومدن در واقع به مسئله سفارتشون رو اینو انقدر مستقیم چیز نگاه بکنن، یه جبهه‌ای میگرفتن، یعنی با یک جبهه‌ای صحبت میکردن آقا این چه وضع مهمونداری و فلان اینا، خیلی جبهه‌ای نگرفتن دیگه، ما تشکر میکنیم از سفارتون. این در واقع این احتمال ضعیف‌تر میشه. احتمال بعدی که من چون مثلا بیشتر رو کرده امنیتی و سیاسی نگاه میکنم، میتونسته در واقع برنامه‌ای باشه، برنامه سیاسی باشه مربوط به اتفاقات جهانی که داره میفته، اتفاقات جهانی که داره، تحولات سیاسی که داره در جهان اتفاق میفته، تأثیر گذاشته روی این تصمیم گیری در مورد این موضوع. چرا که ما میدونیم هر دو کشور در واقع تنش‌هایی با هم داشتن طی سال‌ها، و شخصی که تندیسش در این تصویر هستش، من بدون سوگیری خواستم توی این ویدیو بعدی حالا نظر خودم اعلام میکنم، مربوط بوده به تنش‌هایی که این چند سال داشتن. و اما الان میدونیم که مثلا کشور عربستان دنبال اینه که با کشورهای دیگه هم ارتباط برقرار بکنه و مثلا کریدورهای بین‌المللی هم در سهیم باشه. یه برآوردی کردن، گفتن آقا ما یه تصمیم میگیریم، مردم اونجا توی یه دوراهی قرار بگیرن، حکومت در ایران هم توی یک دوراهی قرار بگیره، اونم اینه که مجسمه رو ور داره یا ور نداره. خب ما همین چون میتونید برید مثلا اگه شعارا و اینا هم که افراد دادن، بعضن بعضی افراد توی استادیوم دادن، ببینید در واقع
بگو هدف گیری این بود، این بوده که توی این دورهای قرار بگیرن که آیا این پرچم مثلا اون نماد اون هر چیزی که هست، اون المان اینجا گفته که نصب بنرهای سیاسی، من متن عربیش پیدا نکردم که بدم چی بوده، یا معنی رسمی که اف سی داده بوده رو تو سایتش هم ویدیو قبل رفت ایش پریده بود از این موضوع، اما تو یک دوراهی قرار بدن که این دوراهی اگر ورداری یک چیز میشه، اگه ورد نداره باز چیز دیگه میشه که اونم توی ویدیو بعدی بهش میپردازم. پس نهایتا ما نمیتون، ما چهار دیدگاه داریم. یک، از دید باشگاه سپاهان که این بگیم باشگاه سپاهان یعنی هم فدراسیون فوتبال ایران، هم وزارت ورزش جوانان، استاندار اینا رو گفتم به چجوری گفتم، استاندار مسئول شورای تامینه، کاری به این چیز فنی نداره که، وزارت ورزش که فدراسیون فوتبال زیر نظرشه و باشگاه سپاهان یه نظری داره، اینا میگه آقا ما کلن هیچ تقصیری نداشتیم، مسئول هستیم اما تقصیری نداشتیم، چرا که ورزشگاه حدود 3 ساله که ما تحویل دادیم، نشون دادیم به FC اینجا و در واقع ورزشگاه خانه این تیم سپاهان هستش، از اولش هم که شروع کردن این ورزشگاه فعالیت داشتن این المان ها اینا اینجا بوده، خود FC هم بهش نظارت میکرده، خود این آقایون هم تا روز قبلش داشتن بازی میکردن. اوکی؟ این یه دید از دید آقای رئیس، از دید تیم سپاهان. یه دید تیم النصر که میگه ما هم اصلا کاری نیستیم، ما نمیدونیم، خود ناظر FC گفتش که من صلاح میدم که شرایطی هست که الان برگزار نشه، FC هم میگه من فعلا نمیدونم، داور اونجا یه گزارشی داده موکول شده به بعدن، ما هم پرونده رو دادیم به کمیته انضباطی، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال. حالا ما هم مثل شما، من هم مثل شما صبر میکنم تا چند روزهای آینده و اینا ببینیم که در واقع چه تصمیمی میگیره این کمیته ویژه بررسی، کمیته ویژه بررسی مسائل، و همزمان هم من مسائل سیاسی رو بگیری میکنم، خبرها رو اینا رو فکر میکنم ارتباط داره به شرایط دی. شما هم میدونیم دیگه دو تا کشور در حال کنشگری هستن در جهان، حداقل در این منطقه غرب آسیا و یا خاورمیانه که ما هستیم، این مسائل میتونه اتفاق بیفته. حالا حالا این عمدن بوده، این موضوع غیر عمد بوده، از طرف خود اینا بوده، میخواستن یک کره‌ای بگیرن بازی لغو بکنن چون بازیکنشون مصدوم بوده، و یا آیا از ریاض خبر اومده گفته آقا این کارو بکنید، یا ور میدارن یا ور نمیدارن، اگه ور دارن اینجوری میشه، اگه ور ندارن اونجوری میشه، یا به هر حال خیلی اتفاق روتین و ساده بوده، و یا احتمالاتی دیگر. فعلا من اینا به ذهنم میرسه. من همه این مصاحبه ها رو، این چیزایی که این چند ساعت بود نگاه کردم، اخبارم نگاه کردم، نظر دقیق نمیشه داد، فقط باید منتظر موند تا ببینیم که داور، گزارشی که داور به عنوان نماینده FC در بازی داده به سازمان بالادستیش رو ما دستجی نداریم، و پرونده ای رو هم که FC داده به کمیته انضباطی رو هم دستجی نداریم که کی اونجا متهمه، آیا تیم، یعنی اینجا شاکی هست، متشاکی کیه، اون در واقع کسی که مدعیه کیه، کسی که شاکیه کیه، در واقع طرفین ادلهشون چیه، اساسی نداریم. پس همه این گمانه‌زنی های رسانه‌ای میتونه کشک باشه با عرض معذرت، باید صبر بکنیم ببینیم که رأی نهایی همکنیت انضباطی AFC چه خواهد بود. تا اون موقع فعلا هم حق با تیم سپاهان است که میگه ما ورزشگاه رو 2.5 سال که همین جوری با همین شرایط نشون FC دادیم، اونا هم نگفتن جا به جایی بکنید، اینا هم تا روز قبلش درخواست اصلا نداشتن، اینا هم میگن که ما بزنید هیچ کاری، ناظر به ما، ناظر بازی ما گفت برید بیرون، ما هم رفتیم، همه دیدیم این وری بیرون، ما هم رفتیم بیرون، همین سوار هواپیما شدیم و رفت. ولی حالا با فرض اینکه، حالا موضوع این ویدیو تمام شد، با فرض اینکه این گونه بوده باشه، یعنی این گونه نبوده باشه و مسئله مجسمه و استچو و تندیس ها اونایی که اونجا هست، من یه ویدیو دارم میخوام درست کنم، این نظر خودم هستش زمان مسئله اینجوری، یه کارگاه فکریه در واقع، که اگر این گونه باشد که
تیم الهلال، همین تیم الاتحاد گفته باشه که مثلا این کارو بکنید، اگر این کارو میکردن چی میشه، این کارو نمیکردن چی شد. بیشتر فکریه. حالا این موضوع تموم شد، بعدی در این باره خواهد بود. فعلا همین، خدا نگهدار. موضوع چیزی بزن هم نمیرسه نشان بدم، تو این برابر تصویر نمیبینید، پر از اسکرین شات از سایت های مختلفه و کانال های مختلفی رو من دارم، طرفداران سپاهان، مخالفان سپاهان، چپ راست، این برابر از دید همه نگاه کردم به این موضوع، دیدم که ادله شون هر کدوم به درد خودشون میخوره. این اونو متهم میکنه، اون اینو متهم میکنه، این میگه تقصیر اون بود، میگه نه تقصیر این بود، یکی میگه نه تو من گفتم این کارو بکن، میگه نه من گفتم تو این کارو نکن. به همه خدا نگهدار، همگی.